تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در بین همه اقوام و ملل مختلف رسمی که کارهای مهم و کارهای با ارزش و با نام بزرگی از بزرگان خیش که مورد احترام و علاقهشون آغاز میکنن. مثلا افتتاح یه جای رو شخصیت میارن، کلنگ مسجد رو یه آیت الله میارن کلنگ بزنه. به هر حال برای پرده برداری از مراسم همیشه آغاز کار را با نام و نامی بزرگان خودشون انجام میدن. خب حالا ما بزرگترین بزرگها خداونده، پس آغاز کارمون را با نام خدا شروع کنیم، بسم الله. از قدیم هم بوده، حتی در جنگ خندق اولین کلنگ رو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به زمین کوبیدن. خب این بسم الله نه تنها در ابتدای قرآنه، در آغاز تمام کتاب آسمانی بوده، یعنی سرلوحه کار و عمل همه انبیا بسم الله بوده. وقتی حضرت نوح سوار کشتی شد قرآن فرماد که بسم الله مجراها و مرساها، به نام خداش حرکت کشتی و توقف کشتی به نام خداست، بسم الله مجراها. وقتی حضرت سلیمان نامه می نویسه به اون خانم بلقیس می نویسه و انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و حضرت سلیمان هم در نامه نوشت، حضرت نوح هم گفت. بنابراین این بسم الله مربوط به فقط اسلام نیست، در هر کاری. حتی شخصی داشت بسم الله می نوشت و حضرت فرمود که جود ها اگر بسم الله نیستی قشنگ بنویس. یه روایت اهل سنت در کرز اموال نلاح کردن. خب بسم الله جایش بسم الله کجاست؟ در همه چیز گفتن بگید بسم الله. مثلا داریم که در شروع هر کاری، در خوردن، خوابیدن، نوشتن، سوار شدن بر مرکب، آغاز سفر، حتی اگر حیوانی بدون نام خدا ذبح بشه گوشتش قابل خوردن نیست. یعنی اسلام میخواد مسلمان ها حتی اگر چیزی جزء سلول بدنشون میشه رنگ الهی داشته باشه. اولین کلمه که یاد کودکان میدید بسم الله الرحمن الرحیم باشه، کلمه بسم الله باشه. بسم الله آرم اسلامه. شما حساب کنید که یک کارخونه که یه ماشین میسازه به همه قطعاتش آرم این ماشین رو زده، یک کارخونه که ظرف چینی درست میکنه یا ظرف ملامین یا هر چیزی، چه اون نمکخوری کوچیکش چه اون دیس بزرگش آرم کارخونه داره. کشتی‌ها دید حرکت میکنه، کشتی‌های قولپیکر پرچم اون کشور بالا سرش زده، رومیز ادارش هم پرچم کشورشه. یعنی از میز کوچیک اداره تا کشتی قولپیکر، از پیچ گوشتی ماشین تا کامیونی که این محصولات این ماشین رو حمل و نقل میکنه، آرم کارخونه به همه اعضای این ماشین هست. بنابراین کسی که موحده این بسم الله تو همه کاراش باید باشه. حتی داریم که عروس و داماد در آمیزش جنسی هم بسم الله الرحمن الرحیم بگوین. یعنی بسم الله رنگ الهی دادن به همه کارهاست. بسم الله یعنی خدا یا یاد تو هستم، بسم الله یعنی به تو تکیه میکنم، بسم الله یعنی به تو پناه میبرم، بسم الله یعنی از تو توفیق میخواهم، بسم الله یعنی خودم به تو میسپارم. بسم الله وقتی انسان زیاد میگه یعنی خدای من دوست دارم تو رو. آدم که کسی رو دوست داره خیلی یاد دوستش میکنه. بسم الله علامت ایمانه، علامت محبته، علامت توکله، اما علامت امیده، علامت پناهندگیه. خب بسم الله معناش اینه که به کارام قداست میبخشم، کارامو بیمه میکنم. مثلا بسم الله یعنی خدایا من از تکبر اومدم بیرون، به خودم تکیه ندارم، به خودم اطمینان ندارم، من ذلیلم، منو دریاب. اظهار عجز، خروج از تکبر. بسم الله یعنی خدایا من بنده تو ام، در مسیر عبودیت دارم حرکت میکنم. بسم الله ذکر خداست. بسم الله معنای اینه که من انگیزم تو هستی، هدفم تو هستی، نه مردم، نه طاغوت ها، نه جلوه ها، نه هوس ها.
امام رضا علیه السلام فرمود بسم الله، به اسم عظم اللهی از سیاهی چشم سفیدی آن نزدیک داره. خب بسم الله رمز توحیده، رمز بقا و دوامه. اصرار داشتن که بسم الله را ائمه ما بلند بگویند و بسم الله جزء سوره است. فخر رازی در تفسیر خودش 16 دلیل میاره که بسم الله جزء سوره است. آلوسی هم همین اعتقاد داره. در بین اهل سنت مسند احمد حنبل نیز بسم الله را هم جزء سوره میدونه. برخی از افراد بسم الله را جزء سوره نمیدونن یا در نماز ترک میکنن، مورد اعتراض قرار میگیرن. یه روز معاویه نماز خوند و بسم الله را نگفت، بعد از نماز گفتن اسرقت ام نسیت، دزدیدی بسم الله را یا فراموش کردی؟ و امام گاهی وقتا گله میکردن، میفرمودن که سرق و اکرم آیتن، یعنی بهترین آیه قرآن را چرا سرقت کردن؟ در سنن بیهقی، سنن بیهقی یکی از کتابهای درجه یک اهل سنته، روایتی آمده که میفرماد که چرا بعضی بسم الله را جزء سوره قرار ندادن، یعنی گله میشده، تو روایت گله شده. بنابراین بسم الله جزء سوره است. و این مرحوم شهید مطهری هم در تفسیر سوره هم نقل میکنه از افراد زیادی، از صحابه، از ابن عباس و از ابن عمر، ابن زبیر فخر، و از تفاسیر مثل سیوطی، فخر رازی نقل میکنه که اینها همه میگن بسم الله جزء سوره هستن. در تفسیر قرطبی که باز از اهل سنت و تفسیر روایی و فقهیه نقل شده که میگه که بسم الله تاج سوره هاست، فقط در آغاز سوره براءت بسم الله نیست. اینم به خاطری که براءت لحنش با بسم الله تناسب نداره، چون براءت تنفره. در تنفر خدا و رسول خدا از مشرکین متنفر است. چون لحن براءت تنفر و بیزاری است، تناسب با بسم الله نداره، وگرنه در همه سوره ها بسم الله مطرح شده. بسم الله رنگ الهی دادنه، یعنی خدای ما کارم رنگ الهی میدم و رنگ الهی بهترین رنگ آمیزی هاست. باقی رنگ ها پاک میشه. تخم مرغ رو که ما رنگ میکنیم با آب دهن پاک میشه. دم طاووس رو که خدا رنگ کرده، هر چم شیرینی بگیری آب بش بزدی پاک نمیشه. چیزی که خدا هست ما اندکم ینفد، چیزایی که رنگ شما دارن میپره، و ما عند الله باق، اونی که رنگ خدا داره مونده. در کشور خودمون شاه عباس هم سلطنتش رفت، هم پول و طلا و نقرهش رفت، هم خانم و زن و بچه و اطرافیانش، هم تاجش، هم تختش، همه چیز شاه عباس محو شد. ولی کارونسرای شاه عباسی تو جاده ها هست، چون شاه عباسی کارونسراها رو برای زوارای امام حسین و امام رضا ساخته. چون رنگ الهی داشته کارونسراها مونده. در ساختمان ها در کشورهای غربی من زیاد رفتم، در کشورهای شرقی و غربی کلیساها مونده، ساختمان های دیگه کمتر نام توشه. هر جا رنگ دین داشته باشه زیباتر و محکمتر و باقیتر میسازن. دین یک پایگاه فطری در انسان داره. برای ازاق بهترین مسجدها و بهترین کلیساها که رنگ مذهبی داره، این نشان دهنده اینه که انسان در ذاتش و در عمقش و همراه با فطرت و تاریخ وجودیش با مذهب عجین بوده، گره خورده. خب آدم که میگه بسم الله یعنی من به نام تو هستم، یعنی دیگه کار به طاغوتا ندارم، یعنی یک کسی نمیترسم، دستم رو میذارم تو دست خدا. آدمی که دست گوشو دست خدا دیگه تحت تأثیر قرار نمیگیره، تهدید در او اثر نمیکنه. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که سرچشمه رحمت است. دیگران یا رحم ندارن یا به همه رحم نمی کنن، یا رحمشون موقته یا رحمشون بازپسته، یعنی دونه میده که تخم مرغشو برداره، علف میده که شیرشو بدوشه، فندق میده که گردو بگیره. خدا بخشنده مهربانه، یعنی بخشندگی خدا بر اساس مهر اوست، نه بر اساس اینکه اینو میبخشم تا چیز دیگه پس بگیرم. ما دانه رو زیر زمین فرو میکنیم به شرطی که به امیدی که خوشه برداریم. اگر ما به زمین دونه میبخشیم برای که بعد خوشه بگیریم. خداوند بخشنده مهربانه، اگر چیزی میبخشه برای این چیز خودش یه چیز اضافه تری از ما بگیره. او غنی است، بی‌نیازه.
سرچشمه رحمت به نام خداوندی که بخشنده و مهربان است. خدایا روز به روز ایمانمونو به خودت و به راهت و به کتابت و به اولیات روز به روز ایمانمونو بیشتر، معرفت و مودت اطاعتمونو بیشتر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.